سلام دلنگز. آقا تو پست قبلی راجع به یحیی گل محمدی صحبت کردیم، حالا نوبت فرهاد مجیدی سرمربی استقلاله. پس استقلالی لایک رو بزن تا بریم سراغ فرهاد مجیدی. متولد 13 خرداد 1355 در تهرانه. اصالت خانوادگیش مازندرانی و قائم شهری، اما تو تهران به دنیا اومده و دو خواهر و یک برادر به نام فرزاد مجیدی داره که اونم فوتبالیست شناخته شده‌ای بود و الانم کنار برادرش کمک سرپرست تیم استقلاله. پدر مرحوم فرهاد نظامی بازنشسته بود و مادرش خانم خونه داره. از کودکی عشق فوتبال بود و همین خاطر با اینکه مادرش مخالف بود، از تیم‌های پایه تو تیم صنایع نظامی پارچین با حمایت پدرش شروع به بازی کرد. بعد به تیم جوانان کشاورز پیوست و بعدش هم رفت تیم بهمن. بازی‌های زیباش تو تیم بهمن باعث شد تیر ماه 76، زمانی که فقط 20 سال سن داشت، مورد توجه تیم استقلال تهران قرار بگیره و به این تیم دعوت بشه. اون تو اولین حضور خودش تو استقلال با این تیم قهرمان لیگ آزادگان سال 76-77 هم شد. سال دوم حضورش تو استقلال تو بازی جنجالی با فجر سپاسی شیراز با محرومیت 10 ماهه مواجه شد و به همین خاطر تو نیم فصل راهی تیم راپید وین اتریش شد. اینجاست که شاعر میگه عدو سبب خیر شود. تو راپید وین بازی خوبی به نمایش گذاشت، اما سال 79 برگشت به استقلال، ولی بعد از چند بازی راهی الوست شد و تا سال 85 به مدت 5 فصل هم تو این تیم درخشید و به برترین گلزن تاریخ این تیم هم تبدیل شد. بعد از الوست مدتی در العین امارات بود که با این تیم قهرمان لیگ قهرمانان آسیا هم شد و بعد دوباره به استقلال رفت. فرهاد باز هم تو این فصل سال 90-91 به تیم الغرافه قطر رفت و در نهایت با وجود پیشنهاد بازی در هفتم مهر ماه 91 با انتشار نامه ای از فوتبال خداحافظی کرد، ولی بازم به استقلال برگشت. کلن ایشون میرفت و میومد. اما این بازیکن 81 روز بعد از خداحافظیش تو 28 آذر 91 با قرارداد 1.5 ساله دوباره به استقلال برگشت و سرانجام 7 آبان 92 بعد از تعویض با نیکبخت واحدی به آغوش امیر قلعه‌نویی رفت و با زدن دور افتخار رسما از زمین فوتبال خداحافظی کرد و تو دوران بازی واسه همیشه از استقلال رفت. ولی دوباره به عنوان مربی برگشت و بعدش باز استعفا داد و رفت تیم ملی امید، ولی دوباره به استقلال برگشت و در حال حاضر هم سرمربی این تیم بزرگ و محبوبه. کاپیتان سابق استقلالی ها بسیار به کالاهای لاکچری یا لوکسوری علاقه داره و در امارات با ماشین رویایی انگلیسی ها به نام بنتلی که اون زمان تو دنیا فقط 5 نفر بیشتر نداشتنش داشت رانندگی میکرد. گفته میشه فرهاد مجیدی تا حالا دو بار ازدواج کرده و ثمره ازدواج اولش یک دختر به نام تیام و یک پسر به نام امیر بردیاز که این زندگی بعد از مدتی به طلاق ختم شد. شماره 7 محبوب استقلالی ها در سال 1390 وقتی 35 ساله بود بعد از پیوستن به تیم الغرافه قطر برای بار دوم ازدواج کرد. فرهاد مجیدی عاشق فیلم و سینما رفتنه و هنرمند محبوبش هم امین حیایی و بهرام رادانه. موسیقی لایت و آرام بخششون گوش میده و خواننده محبوب شادمهر. از دروغ متنفر اما فردی به شدت صبور. از میان باشگاه خارجی به اینتر میلان علاقه زیادی داره و فوتبال ایتالیا رو هم دوست داره. فرهاد دومین گلزن برتر تاریخ باشگاه استقلال با 93 گل زده است و میشه گفت محبوب ترین بازیکن در زمان خودش هم بوده و نماد 4 باشگاه استقلال هم به وسیله اون به وجود اومده. حالا نوبت شماست دلنگیزا که نظرتون راجع به فرهاد مجیدی تو کامنت ها بنویسید و بگید طرفدارش هستید یا نه. اگر هم از اکسپلور میایید پیج دانستانی روز رو فالو کنید و تو یوتیوب هم از ما حمایت کنید. دمتون گرم و نرم، تا ویدیو بعد، خداحافظ.